سلام دوستان، اینجا نیمانیا تیویه و ما دیشب خبری رو منتشر کردیم که خبر خیلی داغی بود درباره محمد رضا فروتن و خبری که درباره شایعه تغییر جنسیتش منتشر شده بود. توی این ویدیو طبق قولی که دادم بهتون جدیدترین آپدیت های این موضوع رو براتون آماده کردم که خیلی خلاصه و مختصر و کامل البته براتون توضیح میدم. قبلش ازتون خواهش میکنم که کانال نیمانیا تیوی رو اگر علاقمند هستید به موضوعات مختلف روز در صنعت سرگرمی، سرگرمی های تصویری، فیلم، سریال، هنرپیشه ها و موارد مختلف اینجوری، سابسکرایب کنید و تیک زنگوله اون رو هم بزنید و با من همراه باشید. اما ماجرا چیه؟ محمد رضا فروتن یک بیانیه‌ای رو امروز منتشر کرده روی اینستاگرام رسمی خودش و توی اون تکذیب کرده تمام اتفاقاتی رو که دیروز از قول اون بیان شده بود و در واقع از قول نزدیکان اون هم تایید شده بود. گفته که حق شکایت رو محفوظ می‌دارم، نگفته شکایت می‌کنم ازش، کسی که خبر رو منتشر کرد که احتمالاً البته آقای علی احمدنیا از مسئولان اصلاحات نیوز بوده که اون هم واکنش نشون داد به این موضوع و گفت که من آماده شکایت شدن هستم، میتونم از خودم دفاع کنم و ظاهرا به صلاح نیست مواردی رو که خصوصی بوده تو زندگیشون و اتفاقاتی که افتاده عمومی مطرح بشه. خب این هم میتونه یه شکل تهدید داشته باشه، تهدید خیلی نرم که البته مطمئن نیستم، یه مقداری هم میتونه به این معنی باشه که نه من میدونم واقعیت داره، فقط شما مشکلتون پابلش کردن موضوع بوده. از اون طرف ویدئویی از محمد رضا فروتن تا این لحظه منتشر نشده که اون خودش رسما با صورت شفاهی و دیداری و حضوری اعلام بکنه که موضوع چی بوده و چه اتفاقی افتاده و اصلا چرا این شایعه حول اون شکل گرفته، کما اینکه افراد دیگه‌ای مثل بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی که با احمدی نژاد هم چند وقت پیش مصاحبه کرده بود و دیگران لحناشون طوریه که انگار از یه چیز خبر دارن و نمیخوان در واقع بگن از کجا خبر داریم، که خب البته حق هر روزنامه‌نگار خبرنگاریه، اما هنوز پاش واستادن. خدا رو چه دیدی، شاید به زودی مشخص شد که کدوم ور قضیه اشتباه میکنه یا کذب شایعی که راه انداختن و همه اینا. یه دهی هم شروع کردن انتقاد کردن که دیروز که یه تعدادی از افراد در توییتر درباره نوید افکاری می نوشتن، شما چرا این موضوع رو مطرح کردید و ترند سازی کردید با این موضوع به نوعی که اون موضوع در حاشیه قرار بگیره؟ آیا موضوع دیگه اینه که یک آهنگ پیدا کردن به اسم ژنتیک که شعرش مال انیشه فولادوند ظاهرن و محمد رضا فروتن خونده در چند ماه گذشته، 5 ماه گذشته روی اون کانال که من دیدم آپلود شده بود و توی اون به نزاع فرد با اندامها، نزاع فرد با ژنتیک، نزاع فرد با جبر جنسیتی و همه اینها میپردازه و خیلی به نظرم جالب بود در شناخت تمایلات این فرد درباره این موضوع، چه برای خودش باشه چه برای دیگران. و یک نکته خیلی جالب که توی بیانیه فروتن من دیدم این بود که نوشته با احترام گذاشتن به تفاوت‌های گرایشی و جنسیتی من این کار نکردم و تکذیب میکنم. این حتی اگر راست بگه یا دروغ بگه یا اشتباه بکنه یا درست بکنه، هر چی کاری بکنه به کنار، این موضوع که این مسئله رو توی بیانیه‌اش نوشته موضوعیه که معمولاً سلبریتی‌ها خیلی بهش اهمیتی نمیدن و خیلی توجهی نمی کنن. اونا معمولا به مسائل مثل خودشون یا مسائلی که حالا سفیر برند فلانن یا سفیر مثلا بیماران چی هستن، فقط اونا جنبه تبلیغاتیش نگاه می کنن. اگر محمد رضا فروتن تغییر جنسیت داده باشه که خب حق شخصیشه، باید احترام بذاریم بهش و حق نداریم در امر شخصیش دخالت کنیم، اگر چه در بارش قضاوت میشه که در بارش نوشته میشه داشت، حرف میشه زد در باره جذابیت های زندگی خصوصی سلبریتی ها هم حرف بسیاره، اما اگر هم همونجور که الان تکذیبی گفته این خبر اشتباه بوده باشه، این نوع تکذیب، تکذیبی که توش نه گفته شکایت کردم از کسی و میکنم لزومن و گفته محفوظ میدارم و از اون مهمتر گرایش ها و تفاوت های جنسیتی رو به رسمیت شناخته، به نظرم یک قدم بزرگ مثبت در میان سلبریتی های ایرانه. عملا ما از کشمکش های اجتماعیه که درس می آموزیم و به پیش میریم. اگر شاید 10 سال پیش، شاید 20 سال پیش محمد رضا فروتنی بود، حالا محمد رضا فروتن نوعی و این اتفاق براش می افتاد،
خیلی مؤاخذه میشد، اما الان میبینیم که درصد خیلی بالایی از مخاطبا هستند که این امر شخصی رو به رسمیت شناختن، تفاوت رو به رسمیت شناختن. حالا سر اصل قضیه که کرده یا نکرده این کار رو بحث دیگه ایه، اما این نشونه بالا رفتن فرهنگ جامعه ایرانه. حتی اگر شما بگید که مثلا 50% مردم چرا کامنت های بدی میذارن توی صفحه محمد رضا فروتن، خب به هر حال هوموفوب، هومو ترنس و همه اینها وجود داره، افرادی که هراس دارن از این موضوعات همش، مخصوصا از همین موضوع ترنس منظورمه. اما اتفاقی که افتاده اینه که همین میزان واکنش های نامناسب داره به چشم میاد و این ویژگی یک جامعه در حال کشمکش اجتماعی مثبته، علی‌رغم همه چیزی که دیگران میگن و درباره سقوط جامعه هم همین حرف میزنن، که این نشانه های کوچک پیشرفت اجتماعی رو ما نباید از این ببریم و نباید هم مؤاخذه کنیم، باید از این مسئله استفاده کنیم برای اینکه مرحله به مرحله بلوغ اجتماعیمون بیشتر و بیشتر بشه. نظر خودتون رو درباره این موضوع برام بنویسید لطفاً، خیلی مهمه برام که بدونم شما چی فکر میکنید. و خبرهای سلبریتی ها هم فقط در حد اینکه کی با کی ازدواج کرد، کی شکار کرد، کی تغییر جنسیت داد نباشه. بیاین درباره این موضوعات حرف بزنیم و به بهانه موضوعات سلبریتی ها بحث اجتماعی رو هم پیش بکشیم با هم. ازتون یه خواهشم دارم، اونم اینه که اگر کانال نیمانیا تیوی رو در یوتیوب سابسکرایب نکردید حتما لطفاً سابسکرایبش کنید و تیک زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین کسی باشید که ویدیوها برای شما اعلانش میاد. من به همراهی شما نیاز دارم برای اینکه کانال رو بتونم بهتر کنم و بهتر پیش ببرم. مرسی از اینکه با من بودید. تا ویدیوی بعد، خدافظ.